سلام دوستان، خیلی خوش اومدین. خیلی خوشحالم که یه هفته دیگه در خدمت شما هستم. ما هر جمعه ساعت 20:30 به وقت ایران در خدمت شما هستیم. ما هر هفته در خدمت شما هستیم. لایو این هفتهمون در مورد موضوع من حقیقی توی کانال گنجینه توی چند روز گذشته براتون یک مقدار رفرنس در این باره فرستادم. دوستانی که جلسات قبل تشریف نداشتن حتما ازشون دعوت میکنم که لایوهای ما رو ببینن و من مایک رو میدم به کیوان که سلام علیک بکنه. خیلی یه سری مسائل هستش که من اول هر لازمه که در میون بذارم با شما برای دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن یا توی سری لایو های قبل ما نبودن. ما 5 تا لایو در کانال یوتیوب آقای ولیپور برگزار کردیم، 5 تا لایو هم در کانال یوتیوب خودمون برگزار کردیم و در اونجا به جزئیات پرداختیم، جواب تمام سوالاتی که این مدت بود همه رو اونجا گفتیم. در ابتدای هر لایو لازم هستش که ما دوباره تکرار بکنیم که کسی ما نمیخوایم جای استاد طاهری بشینیم و ایشون خودشون، من تند میگم سریع که تکراری شده براتون، ایشون جایگاه خودشون فقط مختص به خودشونه، کسی جایگاهشون رو نمیتونه بگیره و باید این جایگاه برای ایشونه. ایشون باید مسئولیتی که در قبال مجموعه دارن رو انجام بدن. ما 16 سال تو این مکتب هستیم و با آموزهای دهه 80 شروع کردیم، با همین ها هم میخواییم بریم جلو. سوالاتی داشتیم که ناتمام مونده که بی جواب مونده، این سوالا رو ما مطرح کردیم توی جلسات قبل، همه بدون پاسخ مونده. از همه شما دعوت میکنم که بدون پیش داوری لایو ما رو دنبال بکنید و بی طرف که بتونید بهتر نتیجه گیری بکنید. اگر نمود به ظاهر که عشق زاد ز من، همی بدان به حقیقت که عشق زاد مرا. به نام خدا، وقت همگی بخیر باشه. خیلی خوش آمد میگم. لازمه که روز پدر در حقیقت و یه چند روزی گذشته، ولی خب لازمه روز مرد و روز پدر رو به همه پدران و مردان و عزیزانی که مثل یک مرد مردانه در کنار حقیقت ایستادند و ما رو نفروختند به باطل تبریک بگم. یک توضیح خیلی کوتاه من خدمتتون عرض کنم. همطور که میدونید مردانگی با نرینگی فرق میکنه، یعنی اینا دوتا مقوله کاملا مجزاست و اصلا مترادف هم نیستن. یعنی چه بسا زنانی که مردتر از هر مردی بودن و پدرتر از هر پدری، و لزوما مرد و زن دو مفهوم متضاد نیستن در حقیقت، اگرچه به ظاهر ممکنه اینطور به نظر بیاد، ولیکن هر کدومشون حاوی یه سری مفاهیم و در واقع پشت پرده های عمیقی هستن. از این رو وقتی میگیم روز مرد، منظورمون از مرد اون نرینگی نیست در حقیقت، منظورمون مردانگی معرفتی، یعنی در واقع اون سرشت و اون طبیعت مردانگی. سخن کوتاه میکنم و این هفته ما در خدمتون هستیم. میخوایم راجع به یکی از موضوعات، البته خب نمیشه گفت یکی از موضوعات چون خودش خیلی موضوع مفصلیه، بحث من حقیقی موضوع خیلی مفصلی، امروز میخوایم به اون بپردازیم و راجع به اون صحبت کنیم. از ما این پرسن که چرا شما
عموما راجع به این جور مسائل مثلا تفویض و بحث مثلا تفویض عام و تفویض خاص و روح جمعی و و مسائلی از این دست خیلی سوال میکنن چرا به این موضوعات میپردازید، چرا از مسائل ساده تر شروع نمیکنید. خب این چند تا دلیل داره. دلیلش این هستش که البته خب دلایل متعددی داره، ولی خب یکی از دلایل عمده این هست که مفاهیمی از این دست، مفاهیمی مثل فرض بفرمایید بحث روح جمعی، بحث همین موضوع من حقیقی، محور وجودی، اینا مفاهیمی هستن که به قدر کافی و به صورت پیوسته و یک پارچه و در حقیقت منسجم تدوین نشدند و خب اونم به خاطر ضیق وقت بوده و عمدتا مطالب به صورت فشرده در اختیار همه قرار داد. از دهه 80 راجع به این موضوعات صحبت شده. اصولا من حرف جدیدی ندارم برای گفتن. حالا اینو ممکنه دوستان خورده بگیرن که خب اصلا تو چرا اصلا شما دارید راجع به این موضوع صحبت میکنید؟ چرا وقتی که من نظری رو، نظرم رو، حرفم رو، عقیدم رو، فکرم رو میذارم وسط و میگم که این فکر منه، این در حقیقت اون ماجراییه که من فکر میکنم در موردش، این اجازه رو به دیگران میدم که راجع به اندیشه من هم حرف بزنن و به اندیشه من بیاندیشن. لذا خب این کوچکترین بخش ماجراست. یعنی از نقطه نظرهای مختلف بخوایم نگاه کنیم، این حق برای ما محفوظه که به موضوعاتی نظیر این بپردازیم. البته من فکر میکنم بحث من حقیقی بیشتر از یکی دو جلسه، شاید مثلا 3-4 جلسه طول بکشه مبحثش، ما بهش خواهیم پرداخت. شما مطلبی، حرفی، چیزی دارید بفرمایید با من کار. بنابراین لازمه که ما به چنین موضوعاتی همچنان بپردازیم و نکاتی که پر از ابهام، اینطوری به نظر میاد، پر از شک و شبهه است، رو در واقع از نقطه نظر خودمون به واسطه چندین سال تدریس در این حوزه طبیعتاً یک نظم و یک پارچگی ایجاد شده که این نظم و یک پارچگی رو ما میتونیم در واقع نقاط خیلی دقیق و ظریف رو ما بین این مفاهیم پیدا کنیم و اونها رو تبیین کنیم. خب من مایکم میبندم. آیدا جان بفرمایید شما تا من تو نوبت بعدی در خدمتتون هستم. من براتون شعر آماده کرده بودم بخونم اول لایو، ولی مشغول لینک دادن شدم یادم رفت بخونم. شعری که میخواستم براتون بخونم هم شعر بسیار زیبا که همتون هم شنیدین، در نظر بازی ما بیخبران حیرانند. در نظر بازی ما بیخبران حیرانند، من چون اینم که نمودم دگر ایشان دانند. عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگرداند. درود بر اهالی دل، خیر مقدم عرض می کنم. خیلی خوشحالم که یه جلسه دیگه در خدمت شما هستیم. من چند تا مورد میخواستم به باهاتون صحبت بکنم این هفته. یه مورد که در مورد استاد صحبت کردم، در مورد مسائلی که این هفته میخواییم صحبت بکنیم، یک تیکه هایش از فایل هایی که استاد طاهری در آکادمی در یوتیوب و تلگرام گذاشتن کات شده. من اینا رو چند تا توی کانال تلگرام گذاشتم،
و به مرور بقیهش هم میذارم. لینک کانال تلگراممون از دوستان خواهش میکنم پایین بنویسم. چند تا مورد هست باید با هم دیگه در موردش صحبت بکنیم. یکی به این در مورد این که فایلای دستکاری شده رو کاملش رو ما 4 سال پیش همینجا در یوتیوب گذاشتیم، میتونید ببینید. رفرنس های موضوع رو از کانال تلگرام ما استفاده بکنید. همونجور که میدونید کانال پیج اینستاگرام 40,000 تایی ما که 6-7 سال پیش برای شکستن حکم اعدام آقای طاهری و انتشار آموزه باز کرده بودیم، به دستور ایشون با ریپورت این دوستان بسته شده که آموزش داده بودن علنا و دیدید که آموزشش. یه موضوعی که در هفته پیش من ندیده بودم در موردش صحبت بکنم، هفته پیش دیدم در 12 ژانویه فکر میکنم استاد طاهر توی کانال تلگرامیشون گذاشته بودن، چند تا موضوع نوشته بودن. یکی نوشته بودن که اینها حالا معاندین با هرچی که حالا ما رو خطاب میکنن، میخوان که اسم من رو از برداشتن و میخوان که اسم من رو اسم و رسم من رو پاک کنن. یه چیزی که در مورد این من به شما بگم، اگر که میبینید روی تامنیل ها کاورهای تلگرام، کاورهای یوتیوب یا عکس هایی که تو شبکه های اجتماعی کل اینترنت ما میذاریم، یا آقای ولیپور میذاره عکس خودش رو، آقای ولیپور گذاشته توی کانال اینستاگرامش، تو پیج اینستاشی یا ما میذاریم، اصلا اینجوری نیستش که ما بخوایم اسم ایشون و یاد ایشون ما از خاطر بره. آخه من نمیدونم ما این همه زندگیمونو گذاشتیم برای این راه، چرا بخوایم این کارو بکنیم؟ دلیلش اینه که ما موقعی که از عکس ایشون استفاده میکنیم، اینا با لشکری که جمع کردن برای ما ریپورت کپی رایت میزنن دوستان، ریپورت کپی رایت میزنن. ما همین الان یه دونه توی کانالمون ریپورت کپی رایت داریم، اون زمانی که ایشون تازه آزاد شده بودن، اولین گفتگوشون توی نوروز بود که ما یه چیز با کاور صورتی خودکار درست کرده بودیم گذاشته بودیم، آقای طاهری با کانال اصلی یوتیوب خودشون اومدن کپی رایت رو گذاشتن روش، یوتیوب هستش حالا مدرکش، که همون 2-3 سال 4 سال پیش این زده بودن این کپی رایت برای ما، ما هم نفهمیده بودیم، حالا این چند وقت فهمیدیم. اگر میبینید که تصاویر عوض شده، تصویر خودمون رو میذاریم، به خاطر اینه، به خاطر اینکه کپی رایت رد میکنن برای ما، ما وگرنه هیچ تصمیمی نداریم که بخوایم پاک کنیم. الان ما 8 سال تولید محتوا کردیم، از اول تا آخرش عکس ایشون، چرا ما باید همین زحمت های خودمون رو ببریم زیر سوال؟ یه مورد دیگه هم که توی کانال تلگرامیشون صحبت شده بود در مورد یک گروه های تلگرامی به اسم گروه تلگرامی توسعه آکادمی میخواستم صحبت بکنم باهاتون. دقت بکنید دوستان، اینا توی اینستاگرام که انجمنا رو زدن، انجمنا که جلسه قبل کامل در موردش صحبت کردیم که فقط کارشون کپی پیست و بلاک ریپورت و لایو های تحقیق گذاشتن برای بقیه است. پیج اینستاگرام ما هم که بسن خیالشون راحت شد، الان یه گروه باز کرد، 4 تا گروه توسعه گذاشتن. شما خیلی تازه به ما پیوستین، یادتون نمیاد ایشون که تازه آزاد شدن دستور دادن همه کانال ها و گروه ها جمع بشه، به اصطلاح میکده ها جمع بشه، حتی جمعای خصوصی فیزیکی ها رو هم اینو مثلا باهاش مقابله میکردن. همین آقای سید مهدی جعفری با خانومشون با دوستاشون توی قرارهای جمعی خانوادگی میرفته، اینا از اونم ایراد میگرفتن و گفتن همه چی جمع بشه، گروه های تلگرامی جمع بشه، همه برن داخل یوتیوب یا برن اپلیکیشن. ما هم سایت داشتیم، اپلیکیشن داشتیم، گنجینه که یعنی سایت اپلیکیشن اونو جمع کردیم و همه رو سوق دادیم به سمت یوتیوب ایشون. من فایلای تبلیغات آکادمی و کل ساپورتی که ما از ایشون کردیم و از تو کانال اصلی گنجینه کیهانی الان دارم 20 روز پاک میکنم، تقریبا نزدیک 300 تا پست شده و هنوز تموم نشده. شما ببینید برای این 300 تا پست چقدر ما انرژی گذاشتیم. به هر صورت از این که اول اینجوری گفتن، بعد دیدن نه نمیشه، مردم نمیرن یوتیوب،
کانالای دیگه باز کردن و الان گروه باز کردن. این گروه به اسم توسعه آکادمی، من میخوام ببینم این آکادمی که ما ثبت نام کردیم چند سال پیش، شاید خودمون ثبت نام کردیم، بچه هامون رو ثبت نام کردیم، خودمون مربی معتمد بودیم و چند ترم گذروندیم رو هوا مونده، همه تونم میدونید همه شهریش هم یک جا دادیم، که آکادمی که متوقف شده و الان بیشتر از 15-16 ماهه که درس جدیدم نداده، از اولش هم هیچ حلقه جدیدی نداده بود، توسعش چیه؟ شما آقای طاهری مگه استاد عزیزم دستور نداده بودید به میکده ها جمع بشه؟ فقط برای ما ایراد داره میکده و الان چهار تا گروه تلگرامی باز کردید، اهدافشون چیه؟ کمک مالی معنوی شماره 2 توی دوستان برید تو کانال اصلی استاد ببینید، شماره 2 ولات ریپورت کردن بقیه است، یعنی جزء اهداف توسعه بستن زیپ دهن بقیه و خاموش کردن صدای بقیه است. این که میگم مجموعه تک صدایی نمایت بشه همینه. کلن اینستاگرام که گرفتن، تلگرام هم میخوان بگیرن، در مورد ربات تلگرام هم صحبت کرده بودم که اون ربات فرادرمانگان کاملا سرکاریه. میخوام ببینم که الان مجموعه اجازه داره بالاخره گروه داشته باشه، اجازه نداره؟ شما چرا اول گروه ها رو دادین به امثال خانم بهارین عسکری و از دردونه هاتون باز کردن، بعدا اساسنامه دادید بیرون، بعد گفتید شرایطش اینه؟ ما باید به کی بگیم که توی این عرفان موقعی که اومدیم در 15 سال پیش خسته بودیم از فرقایی که تو اجتماع بین ما و بقیه میذارن، ما اومدیم یه جا که همه با هم یک رنگ باشن، جهان شمول باشه. این خیلی واقعا باعث ناامیدی و ناراحتیه که اینجا هم دوباره همون بند و وسط فراه شده. واقعا چرا؟ شما اگر که خیلی به ما فشار آوردن تو 2-3 سال پیش که ببندید کانالاتونو، ببندید ببندید ببندید، میخواستن چیکار کنن؟ اینا اول بقیه رو منزوی میکنن، گروهاتونو ببندید، کانالاتونو ببندید، بعد که تنها شد میریزن سرش، بعدم اخراج میکنن، صدای طرف هم در نمیاد. من ازتون میخوام که اگر صلاح دونستید داخل این گروه ها شرکت نکنید، چون اونجا مزدور پرورش میدن. رو کراس بهتون بگم بقیه مطالب در مورد محور وجودی من حقیقی رو کیوان در موردش صحبت میکنه و بعدش من بقیه موارد رو صحبت میکنم. در مورد من حقیقی هم من باز با اتون صحبت دارم. متاسفانه وقتمون کمه و باید تون صحبت کنیم. بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم آیل جان بابت توضیحاتی که دادی. در واقع نهایتا در مجموع هر کسی به اندازه همون یک فردی که هست، در واقع سهم یک فرد بودن خودش، سهمی که داره از بودن خودش، در واقع یک واحده و میتونه در نهایت مسیر خودش رو انتخاب کنه. اما اجازه بدید یک کمی راجع به موضوع حق و باطل صحبت کنیم. نقطه نظری که وجود داره در رابطه با حق و باطل قبل از اینکه به مقوله من حقیقی بپردازیم، در واقع رسیدن به این نکته است یا درک این نکته است که برعکس اون چه که همه تصور میکنن، یعنی در واقع وقتی میگیم همه، اون چیزی که به ما آموزش دادن و آموختند، یعنی به ما یه چیزایی راجع به حق و باطل یاد دادن، مثلا گفتن این بر حقه اون بر باطله، درسته؟ ما هم اینطوری فکر میکنیم که بله، یه طرف حقه یه طرف باطله و ما یک کدوم از این دو سمت رو باید انتخاب کنیم. اما موضوعی که وجود داره اینه که اون چه که من میفهمم از ماجرای حق و باطل اینه که به هیچ عنوان اینطور نیست، یعنی یک طرف حق یک طرف باطل نیست. اگر یک طرف حق باشه و یک طرف باطل، ما میتونیم اون سمت حق و باطل رو با یک سری امکانات، خواهش می‌کنم توجه کنید،
با یه سری امکانات و یه سری مبناها و یه سری مسائل مختلف بیایم اونو مورد شناسایی قرار بدیم، یعنی حق رو از باطل تشخیص بدیم، میتونیم خیلی راحت این کارو بکنیم. اما موضوع اینه که اینطوری نیست. در حقیقت چیزی که من میبینم این که حق و باطل چیدمانشون به این صورتی که دو طرف رو شما اینطوری در نظر بگیرید که دو جبهه باطل وجود داره و یک خط بسیار ظریف، یک خط ابریشمین نقره‌ای بسیار ظریف از وسط این دو، در واقع این باطل رو به دو بخش تقسیم میکنه، هر دو بر باطله، و حق یک لاین بسیار ظریف و باریکه که از این وسط رد میشه. برای همینه که موضوع رو خیلی سخت میکنه. این درکی هستش که من بهش رسیدم، نه جایی راجبش خوندم نه هیچی، اون چیزیه که من در این مدت میفهمم و درک کردم، که به این سادگی نیست که ما بگیم آقا حق این وره باطل این وره، خب حق ما میریم سمت حق، نه خیر، این ور باطله اون ورم باطله، حق یک خط ظریف و یک خط بسیار باریک و تیز هستیم میون، که تو اگر حواست نباشه یا از این ور میفته یا از اون ور میفته. ماجرای تشخیص حق از باطل موضوعیه که خب تا یه جایی ما راجبش حرف میزنیم، صحبت میکنیم، مطلب در واقع میگیم و میشنویم، آموزه داریم راجبش، مثال میزنیم، شعر میخونیم، داستان تعریف میکنیم، ولی یک جایی میرسه که تو در این وضعیت قرار میگیری، در این وضعیت قرار میگیری و اونجاست که تو میبینی که اگر اون خط باریک رو پیدا خواهی کرد. اما موضوع اینه که اگر بخوای روی این خط باریک حرکت کنی یه سری چیزا رو از دست خواهی داد، یعنی میبینی کنارت که از دستت میره، همین منظره هایی که از دو طرف در واقع تو مشاهده میکنی، که این این که مثلا تو توی یک اتومبیل نشسته باشی و داری میرونی و دو سمت جاده چیزایی که تو داری از دست میدی به خاطر اینکه روی اون خط داری حرکت میکنی. توی ماجرای اخیر ما خب یه سری محاسن داشت، معایب داشت، مزایا داشت، نمیدونم مسائل مختلفی بود. مثلا ما با خیلی آشنا شدیم، با یک گستره ای از مجموعه عرفان حلقه و بیرون عرفان حلقه. جان؟ مربیان عزیز، منظورم مربیان دهه 80، منظورم در واقع دوستان خیلی خیلی زیاده، تازه واردین هست، مترجمین هستند، دوستان زیادی که همین الان یکیشون به من پیام داد قبل از لایو، و زبان‌های مختلف، ژاپنی، نمیدونم زبان آلمانی، زبان ترکی، کسایی که مایل نیستند با مرکزیت کار کنند، نمیخوان با مرکزیتی که در واقع در کانادا اسکان داره کار کنند، برای اینکه میدونن حالا نه. به هر ترتیب. اما اون چه که مد نظر ماست از این ماجرا در حقیقت اینه که روی اون خط باریک بتونیم حرکت کنیم، بتونیم روی اون مسیر بسیار ظریف و بسیار دقیق پیش بریم و هیچ مشکلی هم نداشته باشیم از این بابت که در واقع ممکنه یه چیزایی رو از دست بدیم، یه سری از مسائل رو در واقع برامون مشکل ساز بشه یا منافعی رو در حقیقت اگر ما میخواستیم میتونستیم، یعنی اگر به دنبال منافع بودیم، اگر به دنبال مثلا برگزاری کلاس هامون بودیم میتونستیم این کار رو ادامه بدیم. حالا من این مقدمه رو گفتم برای اینکه بپردازم به اصل موضوع.
موضوع من حقیقیه، عنوانش اینه. گفت ای موسی ز من میجو پناه، با دهانی که نکردی تو گناه. گفت موسی من ندارم آن دهان. گفت ما را از دهان غیر خوان. از دهان غیر کی کردی گناه؟ از دهان غیر برخوان کی اله. آنچنان کن که دهانها مر تو را در شب و در روزها آرد دعا. از دهانی که نکردستی گناه، آن دهان غیر باشد عذرخواه. یا دهان خیشتن را پاک کن، روح خود را چابک و چالاک کن. ذکر حق پاک است، چون پاکی رسید رخت بربندد برون آید پلید. می گریزد زدها از زدها، شب گریزد چون برافروزد ضیا. چون درآید نام پاکن در دهان، نه پلیدی ماند و نه آن دهان. موضوع من حقیقی در حقیقت از اینجا شروع میشه که ما یک مسیری رو پشت سر گذاشتیم. در واقع وقتی میگم ما، منظورم به هر حال در واقع دوستانی هستن، همراهانی هستن که این دوره های نظام قدیم رو به عبارت ما، خب نظام قدیم، نظام جدید که نداریم، دوره های دهه 80 رو به عبارتی من رو باید اصلاح کنم. دوره های دهه 80 رو پشت سر گذاشتیم. چیا داشتیم در این دوره ها؟ فرادرمانی داشتیم، اسکن دوگانگی داشتیم، همفازی کیهانی داشتیم، همفازی کالبدی داشتیم، کنترل ذهن داشتیم، شارژ کنترل دشارژ داشتیم، تزکیه تششعی و و و و, و حلقه های دیگه. مثل یک کودکی که رفته نشسته سر کلاس اول و الف با رو یاد میگیره، A B C D E F G، اینا مثل حروف الفبا هستن. حالا با این حروف الفبا قراره که ما کلمه بسازیم، با این کلمه ها قراره که ما بعدن جمله بسازیم. توجه میکنید؟ با اون جمله ها بعدن قراره که ما مطلب بنویسیم، شعر بگیم، ماجرا بنویسیم، داستان بنویسیم. ما یک شعور داریم، در واقع یک من واقعی داریم که این من واقعی در طی این دوره ها از ابتدا تا انتهای ماجرا که مثلا بحث فارغ التحصیل شدن باشه، یه مطالبی رو آموختیم به عنوان بخش آموزشی، آموزش دیدیم. در این برهه، در این در واقع پروسه آموزشی، ما چه منظوری داشتیم؟ دنبال چه هدفی هستیم؟ آخرش میخواییم بکنیم؟ نقشه راه ما چی بوده؟ به چه منظوری میخواستیم برسیم در نهایت؟ ما اینجا یک شعوری رو در واقع داریم به عنوان شعور ظاهر، که شعور ظاهر برخواسته از من واقعیه. من واقعی چیه؟ من واقعی همون چیزی که شما میبینید از من، که تمام اون در واقع شخصیت و بحث شخصیت واقعی و شخصیت حقیقی و نمیدونم من برنامه ریزی شده و من برنامه، همه این منها توی این من واقعیه. و این سرانجام یک شعوری رو در واقع حرف که میزنه، روی کلامش یه شعوری سواره، مثبت یا منفی. ما میریم که این شعور کلام ببریم به سمت مثبت. پس ما یک شعور ظاهر داریم که شعور ظاهر ما اون چیزیه که شما از ظاهر کلام ما برمیدارید، از ظاهر کلامتون میشه درک کرد. یک شعور باطن داریم که این شعور باطنی همون ضد شعوره، همون ماجرای ضد شعوره.
اما ضد شعور از کجا نشأت میگیره؟ در واقع نتیجه چیه؟ خب بحث خیلی بحث مفصلیه، یعنی از جمله بحث های دوره 9 بوده که هیچ وقت گفته نشده و درس داده نشده و الان اصلا من نمیخوام وارد اون حوزه بشم، چون که به هر حال هنوز این دوره برگزار نشده، اما بخش هایی از اون گفته شده، یعنی بخش هایی از اون آموخته شده، حالا بخشش در ترم 8 و بخشش در نشست های خودمانی دهه 80. پس ما در واقع یک تزکیه داریم، یک تطهیر داریم، یک تطهیر ظاهری داریم. تطهیر ظاهری منظورم نه تطهیر فیزیکی جسمی است، منظورم یک تطهیر ظاهری، یعنی که مثلا میگیم دروغ نگو، یعنی دروغ گفتن یا نگفتن، غیبت کردن یا نکردن، حد که حرمت از ذره هستی کردن یا نکردن، دشنام دادن یا ندادن، همه اینها میشه تطهیر ظاهری، میشه تطهیر ظاهری. اما تطهیر باطنی چیه؟ تطهیر باطنی تطهیر آن کلام و آن دهان غیره. گفت موسی من ندارم آن دهان، گفت ما رو از دهان غیر خوان. از دهان غیر کی کردی گناه؟ اون یک دهان دیگه است که منظور از دهان دیگه و کلام دیگه و کلام غیر، منظور اون بخشی از وجود ماست که ما تحت عنوان من حقیقی نامگذاری میکنیم. توجه بفرمایید، این که ما میگیم من حقیقی یا هر اسم دیگه ای یک توافقه، این به این معنا نیست که این من حقیقی رو چون من کیوان گفتم من حقیقی، حالا دیگه من اسم منو باید بذارید اون سردر چون که من گفتم من حقیقی رو اولین بار من گفتم. نه خیر، این یک چیز بارزه، این یک موضوع بارزی، این چیزی خارج از چیز فکر نشه. هر کسی بشینه یه مقدار فکر کنه با خودش، راجع به کمال فکر کنه، به این نتیجه میرسه. یعنی کافیه که شما تو مسیر کمال قدم بردارید، خیلی اون چیز کشف آنچنانی نیستش. لذا ما میرسیم به یک وضعیتی، در واقع به یک منی میرسیم که اون من با این من فرق میکنه. من هیجان زده که میشم میام جلو، به من گفتن زیر جلو نگه. خب بذارید از شکل‌های مختلف، در واقع از زوایای مختلف من میخوام اینو راجع به این صحبت کنم، و خیلی دوست دارم که اگر عزیزان مایل هستن بیان و راجع به این موضوع حرف بزنن. اگر کسی نظری داره راجع به این موضوع و ایده‌ای داره، اگر چیز دیگه‌ای میفهمه از این مطالب یا سوالی داره، البته سوال دارین، یکی از مربیان واسه من چند تا سوال فرستاده بود چند جلسه پیش در جلسه منتولوژی، و خیلی جالبه که من اینو به شما بگم، ما حدود یک 10 روزی میشه که ما داریم راجع به من حقیقی صحبت میکنیم، درسته؟ یه ده روزی هست که ما داریم روی موضوع حرف میزنیم. بحث سایمنتولوژی، صحبت سایمنتولوژی، خب بحث فعلا بحث شخصیت ها اون هست دیگه. مایکتون و این دوست عزیز ما هم جلسه سوم چهارم هست، این جلسه چندی یهو برای من 7-18 تا سوال فرستادن در مورد من حقیقی، و این خیلی جالب بود برای من، اینکه این نشون میده که روح جمعی، یعنی ببینید بحث روح جمعی اینا اینجوریه، یعنی توجه روح جمعی به این موضوع جلب شده. حالا قرار بود که از نکات دیگه ما این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. من میتونم ادامه بدم؟ میتونم ادامه بدم؟ بسیار خوب. توجه داشته باشید، خواهش میکنم. ما میتونیم اینطوری نگاه کنیم، بگیم من دو نفرم، یعنی شما من رو دو نفر ببینید، یک من واقعیه، یعنی اون چیزی که میره میاد، وجودش و شعورش
با همین شعور مثبت و منفی خب قابل شناساییه، یعنی در واقع جهتش و محوریتش با همین شعور مثبت و منفی قابل شناسایی. مثلا من میتونم خیلی نایس باشم، یه اینجا بشینم برای شما بگم، بخندم و خیلی، ولی اون نفر یا اون من دیگه که میخوایم راجع بهش در واقع بهش داریم میپردازیم، من حقیقی میتونه یک چیز دیگه باشه، یک وضعیت دیگه باشه، در یک در واقع فضای دیگه و در یک محوریت دیگه‌ای بگرده و حول یک ماجرای دیگه‌ای باشه. یعنی من واقعی میتونه بسیار مثبت باشه، من حقیقی میتونه منفی باشه، برعکسش هم میتونه، با هم هم میتونه، یعنی هر دو تا میتونن مثبت باشن، هر دو تا میتونن منفی باشن، این میتونه منفی باشه اون مثبت، یا بالعکس این مثبت باشه اون منفی، به همه این اشکال میتونه باشه. این من حقیقی یک بخشیه که نتیجه تمام ریکورد ما رو از رویارویی ما با مسائل مختلف برداشت میکنه و اونا رو پردازش میکنه و برای خودش یک شخصیت، این مال این کلمه شخصیت ما رو میبره تو فضای سایمنتولوژی، اینطوری بگیم برای خودش یک منی میسازه، برای خودش یک وجودی میسازه که این وجود، وجود پنهانه، ما بهش مستقیما دسترسی نداریم، اون با ما نمیتونه یک در واقع به یک شکلی در تماس، ما نمیتونیم با اون در تماس و در تعامل باشیم، ما نمیتونیم از اون بخوایم که بیاد با ما همراهی کنه، ما نمیتونیم از اون بخواد و بخوایم که بیاد و با ما فرض کنید که یک در نمایشی که ما راه میندازیم سهیم باشه. متوجه هستید؟ اون یک بخش کاملا مجزا و مستقل از این که کاملا قضایا رو زیر نظر داره، همه جا رو کاملا داره بررسی میکنه و از برایند اون چه که ما در چیز داریم، در واقع اون برایند قضایای ما، یک چیزی، یک ریکوردی برای خودش آماده میکنه. بفرمایید. در مورد مسئله من حقیقی ما برمیگردیم به مبحث در مورد شعور و ضد شعور و محور وجودی. در مورد محور وجودی استاد قرار بوده که در ترم 9 صحبت کنن که من یک پکیج رفرنس امروز گذاشتم توی کانال، میتونید گوش بدید. همونطور که میدونید محور وجودی افراد در طی سالیان مختلف به وجود میاد، چیزی نیست که شما بتونین تغییر بدین، چیزی نیست که با تظاهر بشه عوضش کرد. و توی یکی از رفرنس هاشون استاد توضیح دادن که کسایی که در آینده به قدری محور وجودی افراد رو میشه که هر کسی جرات نمیکنه توی مناظره شرکت کنه، توی مکاتب دیگه هم اینو داریم، در مسئله هوروسکوپ و کلا همه چی عدم دست اکواریوس صحبت شده که همه چی میگن نهان شده. توی ویسا و فیلمای استادم موقع همیشه میگفتن که در سالهای آینده این اتفاق میفته، همین مسئله چون پرده بیفتد نه تو مالی و من نه من. الان دقیقا عصر اکواریوس هست و دوره یه که پرده ها برمیاد و محور وجودی افراد دیگه به مرور مشخص میشه. در این باره میتونیم اشاره کنیم به مبحث شعور و ضد شعور و مبحث برگردان که اونم جای خودشو داره. این که محور وجودی کسی منفی باشه دلیل بر این نیستش که آدم بدیه، ممکنه کسی آدم خوبی باشه ولی محور وجودیش مثبت نشده باشه. اکثر افراد محور وجودی منفی داره. این توضیحات کوچیک بود من میخواستم بدم که بعد دوباره
صحبت میکنم در مورد شور و ضد شور. خیلی خوب، راجع به شور ضد شور شما صحبت کردیم، یه سری سوالم ما داشتیم، خیلی خوبه که اون سوال رو هم بپرسید اینجا که اینا رو هم لابلای حرفامون اونا رو هم جواب بدیم، به اونا هم بپردازیم. آماده از سوالاتون؟ همون سوال هایی که دیروز پرسیده بودیم که هم الان چشم. خب بحث شعور و ضد شعور رو ممکنه مثلا افراد فکر کنن که این شعور، این ضد شعور در حقیقت، ببخشید صداتون منم میگه، این ضد شعور که میگیم همون محور وجودیه. ببینید ضد شعور محور وجودی نیست، رابطه بین ضد شعور و محور وجودی مثل خورشید و آفتاب میمونه. یعنی ضد شعور نشانگر محور وجودی، نه خود محور وجودی، متوجه هستید؟ و اینجا موضوع من حقیقی، یعنی ما یک من حقیقی داریم، ما یک من حقیقی داریم که این من حقیقی بخش های مختلفی داره، مثل این میمونه که مثل یک دیتا شیت میمونه، یک دیتا شیت داریم ما که مجموعه این دیتا شیت میشه من حقیقی. توی این دیتا شیت چه چیزایی ثبت شده، چه مسائلی ثبت شده؟ بسیار خوب، من اینو خیلی کوتاه بگم بعد شما سوالو بخونید. مسائلی مثل فرض بفرمایید همون چیزایی که ما در دوره ها خوندیم، همون چیزایی که در دوره ها آموزش دیدیم، بحث الحمدلله که دیگه نهایتاً، حالا شما سوالو بفرمایید بعد. یکی از سوالایی که کردن اینه که آیا من حقیقی همون محور وجودیه؟ خب همین رو من الان جواب دادم. من حقیقی، آره، من حقیقی و محور وجودی همدیگه نیستن. در واقع اینطوری ما میتونیم ببینیم که ما محور وجودی من حقیقی رو در واقع، یعنی اینطوری بذارید بگم که من واقعی هم یک محور وجودی داره، من واقعی هم یک محوریتی داره، یک محوریت، حالا محور وجودی هم، ولی من واقعی هم یک محوریتی داره، یک محوریت واقعی داره. یعنی چی؟ یعنی این که فرض بفرمایید ما گفتیم الحمدلله، اما یک چیز دیگه گفتیم، گفتیم فرض بفرمایید به اون ماجرای درک حضور رسیدیم. توضیح میدی این سوال که پرسیده بودن آیا من حقیقی همون شخصیت حقیقیه و آیا من حقیقی در فطرت، اینا داخل همه دیگه صدا شد ما هم دیگه بگیم بهتر. خب ببینید اینو من داشتم خدمتتون عرض میکردم که ما در حقیقت در رابطه با من واقعی هم یک محوریتی داریم، محوریت ما میتونه در من واقعی مثبت باشه یا منفی باشه، میتونه من واقعی ما محوریتش مثبت باشه یا منفی باشه. یعنی اینجا محور وجودی، میدونید چجوری مفاهیم مختلفیه که بایستی در جای خودش باز میشده و این کارو باید انجام میدادن، حداقل بعد از رهایی و بعد از آزادی دیگه منطقیش این بود که این کار رو انجام میدادن. بفرمایید. این که ما اینقدر همیشه اصرار داریم که چرا مباحث ترم 9 گفته نشد و خودصد دوباره از اول برگشتن درس دادن، اول مباحث ترم 9 رو میگفتن که این همه سالها ما منتظر بودیم، درس دادیم، کار کردیم روش و آمادگیشو به هر حال داشتیم دیگه، دست گلیفته هم گفته بودن که استاد ای کاش اول ترم 9 رو میذاشتن بعد میومد، یا حداقل همزمان بعد میومدن یه سیستم آموزشی را میدن از اول به بقیه درس میدن. یعنی شما این مربی ها و این جمع این همه آدم مشتاق
اونم توی این دور و زمونه که خیلی این مباحث الان روی توی مکاتب دیگه دارن ازش استفاده میکنن، حسابی جذب میکنن همه. استاد عزیزم، شما اگه اینو تو ترم نه میومدیم مطرح میکردین، که من توی لایک گفتم که افرادی که یه مشاور خوب شما نیاز دارین، برای همین خیلی بیشتر استقبال میشد، متوجه میشدن، تا اینکه به صورت علمی تو آکادمی دنبال بشه. این که ما بتونیم این عرفان رو بیاریم داخل زندگی هامون و اینکه بدونیم یاد بدیم که چجوری مردم از عرفان تو زندگی روزمرهشون استفاده کنن. الان با مکاتب دیگه که خیلی هم ناچیز هستن و مثل عرفان حلقه کارشون سر کارشون با شعور نیست، با این میارن توی زندگی روزمره و مردم هم الان عصری دوره‌ای که نیاز دارن به کمال، مثل قبلا نیست و میرن دنبالش. ما باید هر چقدر میتونیم این عرفانو بیاریم داخل زندگی روزمره، نه اینکه ببریمش به سمت علمی شدن که چهار نفر مردمی که سوادشون کمتر بوده یا فقط دنبال قسمت معرفتی اومدن اینا هم بذارن برن. شما میدونید چقدر آدمایی بودن که مستقیم عرفان حلقه رو اومدن وارد نظام جدید شدن و بوسیدن گذاشتن کنار. ما که نمیتونستیم اون اوایل بگیم که آقا جون این برای کسی که تازه شروع میکنه عرفانه و خوب نیست، بیاین شما از نظام قدیم شروع کنید، همینجوری برچسب شما هست. ولی مردم دنبال چیزی هستن که توی زندگی روزمرهشون استفاده بکنن و همین هشتر اگر ادامه پیدا میکرد مخصوصا ترم نو خیلی لازم بود و هیچ کس مثل استاد نمیتونست این مباحث رو باز بکنه و هنوزم دیر نشده ایشون میتونن این مباحث رو بگن، ولی مادامی که ایشون نگفتن ما این گفتیم آموزهای دهه 80 میبریم جلو دیگه بر طبق آموزهای دهه 80. من فکر میکنم که یه خیلی دیر شده برای توضیح این مسئله، یعنی اینکه شما میفرمایید استاد میتونه هنوز بیاد توضیح بده، من فکر میکنم که خیلی دیر شده دیگه، واقعا خیلی شورش در اومده. حالا من درست چون یه مقدارم زندون ایشان بودم بعدشم که خب آره شاید من زیاد خوشبینانه گفتم در بعد به آزادیشون باید این کارو میکردم، ولی بازم هنوز افراد تشنی دونستن هستن، برای این گفتم شاید هنوزم دیر نشده باشه، ولی نه خیلی خوب رفتن دیگه از این مکتب گذاشتن رفتن. خیلی هم اصرار دارن که به ما هم میگه شما هم بذارید. الان توی کامنت ها نمیکرد دوستان نوشته بود که شما به چه حقی استفاده میکنین در مورد اینا صحبت میکنین. ببخشید ما اول اومدیم، نه آخرش، نه اولش، نه وسطش، نه توی اساسنامه، نه تو اصول جایی به ما نگفته بودن که استفاده نباید بکنین از آموزا، برعکس یاد داده بودن، گفته بودن منتشر کنید. یه مقدار من دوستانی رو که نمیدونن چی به چیه، حتی تشخیص نمیدن که اسم این مکتب عرفان حلقه است، فرادرمانی که به مکمله، دعوت میکنم به تحقیق. یک جوری سطح مجموعه رو بیاید ببریم بالا، درجا که زدیم تو این چند سال بکشیم خودمون رو یه مقدار بالا. ببخشید. خیلی ممنونم، متشکرم. نه نکات خیلی خوب و به جای رو گفتید دقیقا، یعنی واقعا داغ دل آدم تازه میشد. اما حالا این یه بحثی بود که واقعا بحثی میشد، ولی اگر اجازه بدید ما بپردازیم به موضوعاتی که گفتید راجبشون صحبت کنیم، چون اصلا میخوایم راجب بحث من حقیقی صحبت کنیم و این مربوط میشه به موضوعی که آیلا گفت و ما به زودی متوجه خواهیم شد که این دیگه از دست ایشون خارج شده. خب حالا یکم جلوتر متوجه میشیم که این چیزی که الان ما داریم میبینیم من حقیقیشونه، این چیزی که ما داریم میبینیم از استاد طاهری من حقیقیشه که نمیتونه دیگه جلوشو بگیره. من اینو میخواستم بذارم دو جلسه دیگه بگم، ولی حالا که بحث به اینجا رسید
بگم خدمت شما. خب پس ما یک محوریت داریم که محوریت من واقعی ماست، یک محوریت، محوریت وجودی ماست، یعنی محوریت اون من حقیقی ماست. اینجاست که در حقیقت مشخص میشه ما در واقع یه سری چیزایی رو آموختیم که تطهیر بشیم، که تزکیه بشیم، که در واقع آموزش ببینیم برای یک روزی که از اونا استفاده کنیم. الان که من دارم حرف میزنم، این صدایی که شما میشنوید، این کلامی که میشنوید، این کلام، کلام من واقعیه. این کلامی که شما دارید میشنوید در واقع نتیجه کلام واقعیه، یعنی این بازخوردی که شما دارید میگیرید، این رفتاری که شما دارید میبینید از من. شما ممکنه بگید که فلانی چرا اینجوری میکنه، مثلا مربیه، یا مثلا این همه دایه عرفان دارین، چرا این من واقعی، این چیزی که شما دارید میبینید. من حقیقی چیزیه که من بهش دسترسی ندارم و چطور میتونم به اون در واقع برسم و چطور میتونم بازتابش رو ببینم، چطور میتونم ببینم که پل چه محوریتی داره میچرخه و داره میگرده. از طریق مثلا یه راهش از طریق بحث ضد شعور هست، همون بحث کلام غیر هست. اون چیزی که قابل اصلاح کردن، قابل اصلاح کردن نه، قابل در حقیقت کادو پیچ کردن، خوشگلش کنیم، مثلا یه نمایشی را بندازیم که همه ببینن من چقدر خوبم، اینجوری نیستش. و عصری که، یعنی این صحبت مال 12 سال پیشه، مال حدودا 12 سال پیشه، 12 سال 13 سال پیشه، قرار بوده تا 2-3 سال بعد ما وارد یک عصری بشیم که در این عصر معنای حقیقی بیاد رو، یعنی این چیزی که الان شما دارید میبینید، اون چیزی که شما الان دارید میبینید، چیزی که الان شما دارید رؤیت میکنید، اون چیزی که شما دارید میبینید از در واقع بنیانگذار عرفان حلقه من حقیقیشه، چیزی که دیگه نمیتونه هیچ کنترلی روش داشته باشه، دیگه نمیتونه چیزی در واقع تغییری روش بده، هر جوری که بخواد، یعنی هر چیزی که در طول این سالیان اون رو هی پوشش گذاشته روش و هی به شکلهای مختلف و اشکال مختلف یه جور دیگه نشون داده، اینجا میاد رو. و حالا ممکنه بگید که آقا در اون زمان محور وجودی مثبت بوده، محور وجودی که مثبت بشه دیگه نمیشه منفی بشه. نه، این حرف اشتباس. چرا نمیشه؟ دسترسی ما به محور وجودی کاملا بفرمایید دوستان، اگر که لطف مقاله تطهیر وجودی رو بخونید، من میخوام یه بخشش رو بخونم، نشون بدم بهشون هر بخواستیم رفرنس هایی که سیزارم رو اگه بخونیم میتونیم یه موقع سطح لایوامون رو ببریم بالاتر، بعد نه که ما به شما بگیم، ما خودمون هم میخونیم در طول هفته، میخونیم، گوش میکنیم، چندین بار شما هم اگه بخونید، ما با مطالعه کنید، میتونیم یه مقدار توی یه سطح و سطح بالاتر باز کنم، نشون بدم، صحبت کنیم. من میخوام ازتون مکه خواستم ازتون. خب پس در واقع اونجا در رابطه با من حقیقی یه سری آیتما وجود داره، یه سری موارد وجود داره. حالا به شکلهای مختلف گفتیم اینو ما میتونیم ببینیم. شما مثلا میرید توی فرض بفرمایید که فرضاً میرید توی یک حسابی، مثلا میرید تو حساب بانکیتون، تو حساب بانکیتون یه سری دیتاها به شما میده، یه صورت حسابایی به شما میده، به شما میگه که فرض بفرمایید اینجا اینطوری کردی، مثلا انقدر اینجا چک کشیدی، مثلا 10 تا چک برگشتی داری،
از اون 10 تا که برگشتی مثلا 6 تاش سوء اثر شده و اینجا مثلا انقدر ورودی داشتی انقدر خود، به شما یک ریکوردی میده. عملکرد من حقیقی و من، یعنی من حقیقی دیتاش رو، داشته هاش رو، اون دیتا شیتش رو، اون چیزی که من حقیقی رو به وجود میاره، این ریکوردیه که از من واقعی برمی‌داره. ما اگر قرار باشه در یک جایی وارد بشیم، یک جایی که نه مکان وجود داره، نه زمان وجود داره، نه در حقیقت یک جایی که ما همه بیایم و با هم روبرو بشیم، با چه سیمایی وارد میشیم؟ با سیمای من حقیقی ما. یعنی یک جایی داریم، من حالا خیلی واقعا رابطم با چیز عبارات عربی خوب نیست، ولی یه جایی داریم مثلا میگه که اقرأ کتابو کن، که میگه کتابت رو بخون، کتاب وجودیت رو بخون، یا اونجایی که میگه همه هر کسی به سیمای خودش ظاهر میشه، اونجا چه سیمایی؟ اونجا سیمای همین من حقیقیه، نه با این سیمای واقعی، با سیمای در واقع اینه، با این سیما نیستش، با این شکل و قیافه نیست، با اون سیماست، با سیمای من حقیقیه. حالا به بحث بپردازیم، حالا بحث ایشون و بحث آکادمی و اینا رو فعلا بذاریم کنار، یعنی موضوع میخوایم به بحث بپردازیم، یعنی میخوایم در واقع ببینیم قضیه چه دیگه، هر کسی خودش میتونه دو تا چهار تاشو بکنه، یعنی هر کسی خودش میتونه ببینه که ماجرا به چه صورته. من نمیخوام به جای شما قضاوت کنم، خودتون میتونید قضاوتتون رو صورت بدید. پس بنابراین ما در واقع یک شعور ظاهری پیدا میکنیم، یک شعور باطنی پیدا میکنیم، یک محور واقعی پیدا میکنیم، اون چیزی که الان دارید میبینید، یک محور وجودی پیدا میکنیم که محور من حقیقی مونه و به ما دیتاهای مختلف میده که ما در چه وضعیتی قرار داریم. من حقیقی ما تو چه وضعیتی قرار داره؟ من حقیقی ما میتونه کیلومترها با من واقعی فاصله داشته باشه. ممکنه ما وقتی با من حقیقیمون روبرو میشیم ممکنه بترسیم، اصلا جا بخوریم که این دیگه چیه؟ این واقعا من حقیقی منه؟ یعنی در حقیقت آیا این در حقیقت وجودی منه؟ آیا من حقیقی من اینه؟ و ممکنه از این مسئله جا بخوریم. که این اتفاق میفته زمانی که، یعنی ما توش هستیم، یعنی با اون محاسبه‌ای که 12 سال پیش شده الان ما باید توش باشیم که شما میبینید، با یه حساب سرانگشتی شما میتونید این رو در حقیقت متوجه بشید که کدوم سمتید. با اون تعریفی که، حالا من نمیخوام تعریف عوض کنم راجع به حق و باطل، همون تعریفیه، یه طرف حق یه طرف باطل، شما همون تعریف رو ببینید، تو به تعریف من کاری نداره، شما این برداشت منه که این بر اون بر باطله و حق یک چیز باری که اون وسط، اینو توجه نکنید، همون تعریف کلاسیک خودمون، یه طرف حق یه طرف باطله. شما با یه دو تا چهار تا با یه بررسی خیلی ساده میتونید بفهمید که کدوم سمته. میشه لطفا اونو باز کنید؟ میشه لطفا اون تأثیر وجودی رو باز کنید؟ من اینجا یه چیزی رو نشون بدم. بله چشم، من الان شیرسکی بیارید لطفا. شما تا بیارید ببینید صفحه 8، من یه بخشی از صفحه 8 رو اومد ببخشید.
دوستان اومد فکر میکنم درسته؟ نه الان داره من نشون میده. چون ما که تونو فکر کنم باید ببندی. ببینین این کانال گنجینه است، این پست یکی مونده به آخره داره نشون میده الان هر کدوم از این آبیا یک دونه رفرنس جداست براتون گذاشتم، آخرش تطهیر وجودیه، میزنید روش. چه سالی گذاشتیم؟ 2017 ما اینو پست کردیم، PDF. خیلی ممنونم واقعا واقعا متشکرم. بیاری صفحه 8 متشکرم. چشم الان میام. من ماکم رو بستم که الان داره شیر میکنه. نه بسته شد ماکم، باید باز باشه. صفحه 8 بله خوبه، خوب دیده میشه. خب من این قسمت رو میخوام بخونم، یعنی محوریت مثبت. خب من الان صدام از اون ور برس با هم دیگه نداره. شما یه لحظه صبر کنید من اینو بخونم. صدا نپیچه یه بخونم. من اون قسمت بالا رو خیلی ندارم نوشته بدی ترتیب از پاراگراف دوم میکنم. محوریت مثبت، محوریت مثبت ایمنی هایی دارد و محوریت منفی صدمه پذیری هایی. این علت قایی شکست خوردن شبکه منفی و پیروز شدن طرح اعلامی است. این پیروزی وابسته به شمشیر نیست. ببینید ریپورتش میکنم، کانالش رو میکشم پایین، به هر قیمتی شده ساکتش میکنم. این میشه شمشیر. قرار نیست با شمشیر کاری انجام بشه. عمده قضیه این است که به طور کلی ما در تششعات خودمان نابود میشویم. چجوری این اتفاق میفته؟ ما در فیدبک های خودمان نابود میشیم و نماینده ها فقط رهبریت رو بر عهده دارن. اما وقتی میخواهیم مسئله را با شمشیر حل کنیم، یعنی طرح الهی شکست خورده و یکی باید بیاید و مسئله رو جمع کرده، این گونه نیست. شما به همین راحتی میتونید متوجه بشید که کسانی که دارن ما رو ریپورت میکنن، کسانی که دارن ما رو در واقع به شکل‌های مختلف ساکت میکنن و سعی دارن که ما رو بنشونن سر جامون، در شبکه منفی قرار بدن. الان دوستان ما هستن، ما هیچ وقت نخواستیم هیچ کسی رو ریپورت کنیم، نه اون زمان که ایشون مثلا در زندان بود و زیر حکم اعدام و این حرفا، نه امروز. خیلی ممنون میشه ببرندید مایکتون اگه ممکن. این رو لطفا من مایکو بله بله میده بله پس موضوعی که وجود داره اینه که ما
رو تششعات خودمون نابود میکنه، تششعات وجودی خودمون ما رو نابود میکنه، نه اتفاق دیگه ای نمیفته. چطور این مسئله صورت میگیره؟ چطور این ماجرا اتفاق میفته؟ موقعی که هیچ سیستمی نباشه که اضافات و اون فضولات و اون چیزایی که ایجاد میشه رو خالی کنه و ببره، خب اون موقع ما در تششعات خودمون دفن میشیم. موقعی که کسی نباشه که ایراد کار ما رو بگه، موقعی که کسی نباشه ما رو نقد کنه، موقعی که ما نقادان رو ساکت کنیم، موقعی که ما معترضین رو خاموش کنیم، موقعی که ما دیگران رو سرکوب کنیم، در یک چنین وضعیتی ما در فضولات خودمون دفن میشیم. اگر میشه لطفاً اون سوالو یه بار دیگه تکرار کنید، یه بخش دوم سوالو یه بار دیگه تکرار کنید که من خدمتتون. بله بله، من حقیقی گفتید، من حقیقی و چی؟ من حقیقی و فطرت بود. آها، مایکتون باز کن. یکی در مورد این که من حقیقی همون شخصیت حقیقی، یکی دیگه آیا من حقیقی همون فطرت، سومی هم آیا من حقیقی همون محور وجودی، یعنی من حقیقی آیا همون شخصیت حقیقی است یا نه، آیا محور وجودی است یا نه، آیا در فطرت است یا نه، ببخشید آیا من حقیقی در فطرت. خیلی خب، اجازه بده که ما دونه دونه بریم جلو، چون اینا خیلی هر کدومشون یه تعریفی داره. ببینید تو بحث منشناسی، وقتی ما بحث اون ماجرای قسمت‌های مختلف وجودیمون رو وقتی باز می‌کنیم، وقتی که ما در واقع بخش‌های مختلف، من عذرخواهی می‌کنم، الان اطلاع میدن که صدا میپیچه، من عذرخواهی می‌کنم، به هر حال امکانات ما اینجا محدوده و ایراد نداره به هر شکل. حالا من اجازه بدید که از من حقیقی شروع کنم. مثلا تعریف من حقیقی چیه؟ ببینید، ما یک من حقیقی داریم، یک من، اجازه بدید من اینجا خدمتتون بگم ماجرا به چه صورته. خیلی معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام، ببخشید. خب ببینید، تو بحث شخصیت حقیقی، تو بحث شخصیت حقیقی شما میبینید که ما یک، در واقع از مباحث سایمنتولوژی هست، ما یک شخصیت حقیقی داریم که این شخصیت حقیقی یک باکسه. این باکس از کجا میاد؟ از دو شخصیت متفاوت، شخصیت اولیه و شخصیت ثانوی یا شخصیت اکتسابی، یا من برنامه ریزی شده و من برنامه پذیر. مجموع این دو، مجموع من برنامه ریزی شده و من برنامه پذیر، در یک باکسی جمع میشه که میشه شخصیت حقیقی. خب این میشه شخصیت حقیقی.
این میشه در واقع، آره دیگه، میشه شخصیت حقیقی. شخصیت حقیقی بعد تبدیل میشه، بعد تصمیم گیری داره و بعد رفتار داره، بعد از رفتار تبدیل میشه به شخصیت واقعی. خب این موضوع حول، حالا مثلا من وقتی برمیگردیم عقب نگاه میکنیم میبینیم مثلا من اولیه یا من برنامه ریزی شده خودش متشکل از نرم افزارهای مختلف فطرت، نهاد، بنیاد، روح جمعی، حافظه جمعی و نمساش داره که بین مادر و جنین، ویروس های غیر ارگانیک، ژن و موارد مختلف میشن نرم افزارهای من برنامه ریزی شده. من برنامه پذیرم یه نرم، پس اینا میشه شخصیت حقیقی و بعد شخصیت واقعی رو ایجاد میکنه که میشه همون من واقعی. یعنی همه اینها در گستره من واقعیه، همه این موارد در گستره من واقعیه. من حقیقی یک چیز جداست. حالا میدونید یک روش برای اینکه شما یک چیزی رو بشناسید، یک چیزی رو بخواید معرفی کنید، یه راهش اینه که بگید اینا نیست. مثلا اگر فرض کنید میخواید بگید فرضاً خودنویس چیه، میتونید بگید مداد نیست، خودکار نیست، ماژیک نیست، مارکر نیست، قلم نیست، این نیست، اون نیست. بعد بگیم مثلا حالا یه چیزی به نام خودنویس یا روان‌نویس یا هر چیزی، مثلا تعریفش اینه. یعنی یه راهش اینه که ما بیایم از طریق این که بگیم این نیست، اون نیست، اون نیست، اون نیست و یک چیزی مثلا به عنوان من حقیقی. سوال بعدی، پس شخصیت حقیقی نیست من حقیقی. من حقیقی پس شخصیت حقیقی نیست. شخصیت حقیقی میره در تعریفی که در سایمنتولوژی وجود داره، یعنی همون چیزی که توضیح دادم، من برنامه‌ریزی شده، من برنامه پذیر و اینها در یک باکسی جمع میشن، میشه همون شخصیت حقیقی که بعد میشه شخصیت واقعی. اینا میشن من واقعی. چیزی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم من حقیقیه. سوال بعدی این که آیا من حقیقی همون فطرته یا در فطرته؟ خب باز جواب منفیه، در فطرت نمیتونه باشه. چرا؟ چون فطرت بخشی از من برنامه ریزی شده است. گفتیم من برنامه ریزی شده یا شخصیت اولیه یه سری آیتما داره، مثل فطرت که مادر برده، خود فطرت بخشای مختلف داره. خود فطرت یه سیستم جهتیابه، یعنی دو بخش داره، مثبت منفی، گرایش ما به مثبت، گرایش به منفی و کمالجویی فلان و قسمت های مختلفی داره. این میشه فطرت و در واقع مثل یک مادربرد عمل میکنه، بقیه قسمت ها میاد روش میشه که مباحث مربوط سایمنتولوژی. پس من حقیقی فطرت هم نیست، شخصیت حقیقی هم نیست. آیا من حقیقی من معنویه؟ نه خیر، من معنوی هم نیست. من معنوی چیه؟ من معنوی یک بخشی از وجود ماست که در حقیقت حالا وظایف مختلفی داره و اینا، حکمت الهی رو جاری میکنه، بر مبنای اشتیاق ما عمل میکنه اینا، ولی در واقع اون هم یک چیز جداست و یک عامل جداست که البته اونم مثل من حقیقی ما دسترسی مستقیم بهش نداریم، بر اساس اشتیاق و مسائل مختلف در واقع، حالا عمده ترین اونها اشتیاق هست. مطلبی هست؟ شما چیزی میخواییم بفرمایید؟ اونم خاطرم هست. آره اونم خاطرم هست. بسیار خوب. خب اگر اجازه بدید اول اینو من ببندم که این مواردی که نیست چی هست. من معنوی پس نیست. من معنوی میدونیم چه، من معنوی همون همزاده، همون از چیزی که مثلا به عنوان استاد درون میشناسیم و مواردی شبیه اینه. خب این نیست. ممکنه بگیم آیا من حقیقی همون روح الله است یا من ثابته؟ نه خیر، من ثابت هم نیست، من ثابت هم نیست. من ثابت همون بخشیه که هسته مرکزی ماست. هسته مرکزی ما نیست من حقیقی. هسته مرکزی ما اون بخشیه که گفته شده نفخت فیه من روحی از روح خودم درش دمیدم. باز عذرخواهی میکنم از
عبارات عربی من استفاده میکنم و چیزای استنادات مذهبی، ولی خب در واقع همون چیزی که از وجود خودش در ما گذاشته اون من ثابته، وجه الله، روح الله، اون میشه من ثابت، هسته درونی ماست و اون یه جایی در واقع میاد و با من متحرک یکی میشه. آها، من متحرک، آیا من حقیقی من متحرکه؟ نه خیلی، من متحرکم نیست، من متحرکم نیست، من متحرکم یک چیز دیگه است. من متحرکم در واقع همون بحث نفس و اینا رو داره که میاد و یک نتیجه تجارب زندگی های مختلف رو با خودش میاره. خب فکر کنم که خیلی معنای مختلفی رو گفتیم، خب معنای دیگه هم مونده، هنوز خیلی من مونده، وای از من و منهای من، معنای کمال، معنای ضد کمال، معنای زیادی داریم. یعنی حالا بخوایم راجع به منها صحبت کنیم، یه عالمه من داریم و هر کدومشون یه کاری انجام میده، یعنی همه اینا تفکیک شده است. این من حقیقی مثل این میمونه که شما در واقع فرض بفرمایید یک مثلا همتون اینستاگرام دارید، احتمالا همتون اینستاگرام دارید، توی بخش اینستاگرام یه جایی داره که به شما آنالیز رفت و آمد، رفت و آمد روی پیجتون رو میده. خب مثلا چی؟ آره، اونه که مثلا پیج بیزنس دارن، این مثال رو میتونم بزنم که متوجه بشید. یعنی چی؟ مثلا شما وقتی اون قسمت رو باز میکنید، اصخایی میکنم، میبینید که مثلا نوشته که چند نفر شما رو دنبال کردن، چند نفر شما رو بلاک کردن. حالا من نمیدونم و همینطور دارم میگم، مثلا اطلاعات اینطوری، چند نفر شما رو بلاک کردن، چند نفر شما رو دنبال کردن، چند تا ویدیو گذاشتید، چقدر ویو خوردین، چقدر دیده شدید، چقدر لایک خوردین، چند تا کامنت گذاشتن واسهتون و خلاصه اطلاعات دیگه. خب شما اگر فرض کنید رفته باشید یه تعدادی فالوور به صورت یواشکی خریده باشید، یعنی فالوور فیک خریده باشید، ریخته باشید، خب اونجا نشون داده میشه. اما موضوعی که وجود داره اینه که اینها با هم نمیخونه. در اون قسمت آنالیز یا آنالیتیک با هم دیگه نمیخونه، یعنی به شما یک تصویری ارائه میده، یک ریکوردی ارائه میده که اون ریکورد بازتاب حقیقیه سایت شما یا اون پیج شماست در مثلا شبکه اجتماعی اینستاگرام. خب ممکنه که شما چیزهای مختلف به شکلهای مختلف، حالا من شما رو مثال میزنم، من خودم ممکنه مثلا هزار جور دوز و کلک و فلان و اینا چیز کرده باشم، اینا رو من حقیقی حمایت نمیکنه، یعنی ساپورت نمیکنه، اینا رو ثبت نمیکنه، اینا رو نادیده میگیره. چیزی رو ثبت میکنه، چیزی رو ثبت میکنه که اون بن وجودی ماست، اون کنه وجودی ماست. ممکنه من آدم عصبانی باشم، آدم پرخاشجویی باشم، آدم خشنی باشم، هر کی منو میبینه بگه چه آدم مثلا بد اخلاقی، چه فلانی، اما من حقیقیم در فاز مثبت باشه. حالا میگیم فاز مثبت، فاز منفی که مال روان و این حرف هست. حالا در واقع یه سوال، آیا با من وجودی مثبت میشود دروغ گفت؟ آره، با ببینید یه لحظه من به خدمت شما بگم، ببینید با محور وجودی مثبت، شما وقتی محور وجودیتون مثبته ممکنه بد عمل کنید، ممکنه منفی به نظر بیاید، خب ممکنه خیلی منفی به نظر بیاید، ولی محور شما
مثبت، محور وجودیتون متحره. اصلا یکی از مسائلی که مورد نظره اینه که ما تطهیر، حالا اون بحث شما اون مقاله تطهیر وجودی رو بخونید متوجه خواهید شد، ما تطهیر محور وجودیمون رو میتونیم خیلی راحت بکنیم، اما این که ما بیایم محور واقعیمون رو تطهیر بکنیم، یعنی تطهیر ظاهری بکنیم، کار سختیه، خیلی کار سختیه. کدوم ما میتونیم تزکیه واقعی بکنیم؟ ما همینطوری راه میریم میریم میایم، خلاصه در حال اشتباه کردن، در حال، البته این به معنی این نیست که من آدم دروغگویی باشم ولی محور وجودی مثبت باشه ها، به این موضوع دقت کنید. این سوالی که ایشون پرسیدن به این معنی، من این تعیین نمی کنم که من آدم دروغگویی باشم، یعنی چی؟ یعنی من این چیزو بدم به خودم، این مجوزو بدم به خودم که من چون محور وجودی مثبته حالا میتونم دروغ بگم. نه خیر، منظور من این نیست، منظور من این نیست، منظور من اینه که ما به لحاظ ظاهری به صورت نسبی اگر بخوایم به تزکیه و تطهیر برسیم، این کار به کندی انجام میشه، خیلی آروم آروم انجام میشه، ولی میتونیم در رابطه با تطهیر محور وجودی، در واقع تطهیر محور وجودیمون رو به سرعت در کمترین زمان ممکن و به بهترین شکل انجام بدیم. و این یک نکته مثبته، این یک نکته مثبته که ما میتونیم من حقیقیمون رو ببریم در گستره شبکه مثبت به واسطه یک روند آکادمیک. ببینید این نکته‌ای که من الان دارم اشاره میکنم همین چیزی که الان ما داریم تو سر هم میزنیم 3 ماه 4 ماه، این نکته چیزی که ما 4 ماه داریم تو سر کله هم دیگه میزنیم، که من میگم که میتونیم. ما به این اصلا معتقد نیست که مطالب دهه 80 سوخته، اصلا ایشون میگن مطالب دهه 80 سوخته. نخه، هیچ هم نسوخته، مطالب دهه 80 خیلی هم نسوخته. ما به واسطه همون مطالب دهه 80 که مطالب آموزشی بوده، همون مطالب آموزشی بوده به شکل آکادمیک و با یک روند پلکانی، افراد رو میتونیم سوق بدیم به سمت محوریت وجودی مثبت و به نقطه‌ای برسن که همه اینها به اون کلام غیر، اون زبان غیر، اون در واقع ضد شعور، حالا وقتی میگیم ضد شعور، همه شعور منفی، نه شعور منفی منظور نیست، منظور از ضد شعور در واقع یک شعور ظاهری داریم، یک شعور باطنی، منظور شعور باطنیه، شعور باطنی نه شعور ظاهری، شعور باطنی رو مثبت کنیم با همین روند، با همین روند پله پله و ذره ذره که میریم جلو. برای همینه که این آموزه ها ارزش پیدا میکنه، این آموزه ها ارزشمنده. چرا ارزشمنده؟ برای اینکه هر کسی خارج از این چارچوب، خارج از این آموزه ها، اگر بخواد بره به سمتی که محوریت وجود، اون من حقیقی، چون من حقیقی ها کم کم میاد رو. حالا اینو من اضافه کنم، اون جایی که میگفتن 2 سال دیگه 3 سال دیگه محور وجودی میاد رو، فرام محور وجودی خودشون رو میگفتن، یعنی درست میگفتن، دیده بودن محور میاد رو، ولی محور وجودی خودشون بود، محوریت وجودی خودشون میومد رو، که همه میبینن میترسن، که ما الان داریم میبینیم میترسیدیم و غافل گیر شدیم و سپرایز شدیم، نگاه میکنیم باورمون نمیشه، نمیتونیم باور کنیم که این آدم همون آدمه. اما شما نگران نباشید، این اتفاق به زودی برای همه ما خواهد افتاد و کما اینکه اغلب ما توی این وضعیت قرار داریم. بنابراین چیزی که من مد نظرم بود که بگم این بود که خارج از این چارچوب اگر شما بخواید برید،
سراغ فرض بفرمایید همین جوری برید مثلا این من حقیقی رو شیفتش بدید به مثبت و تثبیتش کنید، چون این باید تثبیت بشه، این باید تثبیت بشه تو در واقع محوریت مثبت. برای همین سردرگمیم، همه سردرگمن، اما این آموزه ها به واسطه این که این کار رو پله پله انجام داده اینجا ارزشمند میشه. و شما نمیتونید کسی رو از این مسئله محروم کنید، بگید تو خریدی تو خریدی، شما کسی هستن، تو کسی، تو کسی، من کیم، من کیم، تو کی، من کیم، تو کی. اصلا صحبتی از من و تو نیست. چرا فکر میکنی که مثلا اصلا صحبتی از من و تو نیست، اصلا نخواستن ما دعواست. خب پس بنابراین موضوعی که وجود داره در این رابطه اینه که اهمیت این آموزه ها اینجا پیدا میشه و اینجا روشن میشه که در این در واقع طریق و در این مکتب ما میتونیم به صورت پلکانی و پرده در پرده و پله به پله دست معرفت پژوه رو بگیریم، بیاریم بالا، خودمون هم آپدیت باشیم، آپدیت بشیم، خودمون هم بیاموزیم. هر مربی که 20 تا گروه رسونده به ترم 8، وقتی میاد ترم 1 میشینه میشه یه ترم 1، میشه یه ترم 1. یه روز یکی از من پرسید که بهترین شاگرد کلاست کیه، یه خود نگاه کردم بهش، گفتم خودت چه فکر میکنی؟ گفت نمیدونم، فکر کنم فلانیه، نه بساریه، نه اون یکیه، نه این یکیه، نه توی شیشو بهش بود. گفتم که خیلی به خود فشار نهید، بهترین شاگرد این کلاس، کلاس من خودمم، بهترین شاگرد هر کلاسی مربی اون کلاسه. اونایی که اومدن توی اون کلاس نشستن که برای وقت گذرونی اومدن، شوخی میکنم ولی خب اونا اومدن یه آشنایی زمینی پیدا کنن. اون مربی یه کلاسه که مسائل و موضوعات تو به جونش میشینه و از در، چون شما تا چیزی رو خوب درک نکنی که نمیتونی منتقل کنی. پس راز رسیدن به این مسئله اینه که تو حداقل به یک نفر، حداقل به یک نفر اینا رو آموزش بدی، حداقل به یک نفر، یه نفر، هر کی، یه نفر تو خیابون پیدا کن که مشتاق باشه و به یک نفر حداقل آموزش بده. حالا دیگه با نمیخوام بشم که اصلا بخشی از یکی قانون کماله که هر چیزی که هر اوستاکاری که میخواد اوستای مثلا ته اوستا بشه، حداقل یه شاگرد مثل خودش تربیت میکنه، یه شاگرد که مثل خودش تربیت کرد اون وقت میشه یه استاد تمام. خب حالا این یه چیزها، یه ماجرای شما میتونید به هر چیزی تعمیم بدید، راجبه هم بعد هم میتونیم صحبت کنیم. اما در نهایت من اینو به شما میخوام بگم که رسیدن به یک وضعیتی که در اون وضعیت شما خودت رشد میکنی، به اون شاگرد آموزش میدی یا شاگردان آموزش میدی و این طریق رو در واقع برای اونا واشکافی میکنی که چی بشه، که چی بشه، که اونها اون چیزی که دارن دریافت میکنن رو در برهه‌ای که منهای حقیقی، یعنی بودن من حقیقی در مثبت یا در منفی، یک وضعیت حیاتی پیدا میکنه. چند جلسه آینده در مورد ببخشید من میخوام لو بدم دیگه، جنگای تششعاتی ما صحبت خواهیم کرد، بحث جنگای تششعاتی رو میخوایم باز کنیم، البته به این معنی حقیقی بپردازیم، ولی خب بعد از این میفتیم تو بحث جنگ‌های تششعاتی. تو بحث جنگ‌های تششعاتی دیگه اون کلاغ پرایی که رفتی، اون بشین پاشوها، اون چون دوره اونایی که سربازی رفتن میدونن اون دوره آموزشی خیلی دوره مهمیه، خیلی
دوره هم به یاد موندنی، هم خیلی مهمه بشین پاشو نمیدونم سینه خیز فلان اینا، ولی همون سینه خیز، همون بشین پاشو، همون کلاغ و همونا قرار جون اونو نجات بده. و فراموش نکنیم که اونو الف باس ای بی سی دی، ای بی سی دی قرار ما یاد بگیم با اونو جمله بسازیم. اون ارتباط ها، اون از ظاهر به باطن، حرکت های از ظاهر به باطن، اون اتصال ها، اون ساعت دادن ها، اون نشستن ها، یه جای هر کدوم قراره این از این و اون از اون و اون یکی از اون و اون یکی از اون، و اینا قرار بیاد و ما رو در واقع محور وجودیمون رو تطهیر به در واقع تطهیر کنه. و اون که نتیجه چی بشه؟ که نتیجهش رو ما در من حقیقی ببینیم، یعنی اون دیتا شیتی که به شما میده، اون ریکوردی که به شما میده، اون ریکوردی که شما میگیرید که اینجا نوشته 20 تا محور، 20 تا محور، محور وجه الله، دیده وجه اللهش رو چنده، رو چه چیزیه، مثبت یا منفیه، نمیدونم محور فلان، محور شناوری، محور گستردگی، محور ذهن بی ذهنیه، اینه اونه اینه اونه، و همه اینها جمع میشه در واقع در یک مجموعه، در واقع یک چیز کلی پیدا میکنه، یک محوریت کلی پیدا میکنه. اما اینا مثل یک دیتا شیته که هر کدوم یک سری اطلاعات داره که هر کسی در چه وضعیتیه، هر کسی در چه وضعیتیه، و ما میتونیم اینطوری در عهدی که در زمانی که این مثبت و این منفی از هم تفکیک میشن، میتونیم در واقع اگر بخوایم به سرعت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن بپریم و من حقیقیمون رو اینجا تثبیت کنیم. خب بفرمایید اگر سوال بعدی رو اگر هست. وقت داریم اصلا؟ وقت داریم؟ خب سوال ها رو اگه برای من بخونید ادامهشون رو، من جواب میدم. سوال اول که ما در ترم هشتم در مورد من حقیقی صحبت کردیم، آیا میشه گفت من حقیقی همون شخصیت حقیقیه؟ سوال دوم، من حقیقی همون محور وجودیه؟ سوال سوم، آیا من حقیقی در فطرت هست یا؟ توضیح دادیم اینا رو؟ بعد دیگه نداریم، همین سه تا بود. اگر دوستان سوالی دارید تا 10 دقیقه دیگه فرصت دارید که بفرستید که ما ببینیم بتونیم پاسخ بدیم. خواهی نگی بفرستی میارم من رو در مورد محتوایی که قرار هستش با هم دیگه تولید بکنیم هر هفته در خدمت شما باشیم، با وجود وقتی کممون که فرصتمون 2 ساعت هست و ما هم محتوای آماده زیاد داریم. یک سری از دوستان تاریخچه عرفان حلقه رو میخوان بدونن، یه سری ها هم میگن که هر هفته یه بررسی به اخبار داشته باشید، مثلا همین که ابتدای این لایو داشتیم. من با توجه به اینکه هر دو محتوا رو ما داریم، تاریخچه رو داریم به صورت آماده، دوستانی که بعداً هم میبینن این لایو رو به صورت ضبط شده، نظرشون توی کامنت ها برای ما بنویسن که شما کدومش رو بیشتر دوست دارین. دوستان تاریخچه گفته بشه یا اخبار؟ تاریخچه که گفته بشه داخلش در مورد وکلای استاد صحبت میشه، در مورد یه سری افرادی که اومدن نقش خودشون رو توی مجموعه بازی کردن، کی وارد شدن، کجا وارد شدن، چجوری وارد شدن، مثل خانم بهارک، حالا من اسمشون رو کامل نمیگم که به خاطر ریپورت،
این ما اگر که تاریخ چرا بگیم ناخودآگاه مجبور هستیم که اونا رو هم قید بکنیم، نوشته شده هم داریم. اینو دوست بیشتر ترجیح میدین یا اخبار مجموعه؟ یه مورد دیگه هم که لطفا لایو رو لایک کنید، دوستانی هم که بعد از ضبط شدهش رو میبینن لایک بکنن. ما همچنان به حمایت شما نیاز داریم. کانال یوتیوبمون تحت ریکورد شدیده، ممکنه که ما نتونیم هفته دیگه در خدمت شما باشیم. برای همین راه ارتباطیمون کانال تلگراممون گذاشتیم، که البته کانال تلگراممون هم پست ریپورتش رو شاید دیدید، ولی تلگرام رو نمیتونن به راحتی ریپورت بکنه. اگر اینجا بسته شد ما لایومون رو داخل کانال تلگرام برگزار میکنیم. به هر حال قرار ما هر جمعه ساعت 8:30 به وقت ایران برقرار هست انشالله، اگر خدا بخواد، مگر اینکه دیگه بلای سر ما بیارن. در غیر این صورت هستیم در خدمت شما، آماده هستی شما. من اگر اجازه بدی مایکتون خیلی خوب، من میخوام یه توضیح بدم راجع به زنده باشید. خیلی ممنون. من یه توضیح میخوام بدم راجع به ضد شعور، شعور و ضد شعور، که البته توضیح دادیم ما یک شعور ظاهری داریم یک شعور باطنی داریم، و شعور ظاهری ما تفاوت این دو رو میخوام بگم. مطلبی هست؟ نه این در مورد مفهوم داشتم آخه میخواستم شعور تارو یادم رفت بگم شعور رو میخواد بگم. خب اگر اجازه بدید من این بحث بگم. خب ما یک شعور داریم که این شعور رو اگر خاطرتون باشه تو بحث اون شفاعت آب و اینا، خب اول بحثم من بهش اشاره کردم که میتونیم ما این شعور رو تغییرش بدیم. میتونیم شعور یه چیزی رو تغییر بدیم، مثلا یه لیوان آب شعورش رو میتونیم تغییر بدیم. خب یک شعری ما داریم، این شعر شعور داره، خب، و یک ضد شعور داره. شعور این کلام به شعور این شعر وقتی که خلق میشه، شعور ظاهریشه که برخواسته از احساسه. شعور ظاهری برخواسته از احساسه و ما این رو میتونیم در مورد هر چیزی میتونیم، البته در حافظه اون موضوع ما، حافظه شعوریش اون ثبت و ضبط میشه. اما شعور یک چیزیه که قابل تغییره و ما میتونیم شارژ کنیم یک چیزی رو، در واقع مثل خوراکی ها چیز مختلف. شما نمونهش دید مثلا در مورد آب، در مورد مواد خوراکی، در مورد چیزهای مختلف این قابل تغییر. اما نکته که راجع به ضد شعور وجود داره اینه که قابل تغییر نیست. من اینو بخواستم بگم، یعنی وجه تمایز بین شعور و ضد شعوره. وقتی یک چیزی خلق میشه، یک چیزی ایجاد میشه، برای همیشه ضد شعورش همراهشه. و اون ضد شعور از کجا میاد؟ ضد شعور منعکس کننده محور وجودی خالق اون اثره. این که اون خالق اثر در چه وضعیتی، اون من حقیقیش در حقیقت یا محور وجودیش در چه وضعیتی قرار داره، این روی هر چیزی که خلق کنه و ایجاد کنه اثر میذاره. پس یک شعر میتونه به ما بده که این شعر شعورش مثبت باشه اما ضد شعورش منفی باشه، همون بحث اسب تروا که شما میدونید و آشنا هست. و
زده شعور چیزی نیست که ما بتونیم ببینیمش با تمام توضیحاتی که دادیم، چیزی نیست که ما بتونیم بشناسیم ببینیمش، بتونیم به همین راحتی تشخیصش بدیم از ظاهر ماجرا. و خب ماجرایی هم هستش که همطور که توضیح دادم دسترسی ما به اون که چجوری عمل بکنه هم مستقیم نیست و به این سادگی ها نیست. اثرگذاری ضد شعور هم خیلی سریع نیست، یعنی به سرعت این اثر گذاشته نمیشه. مثلا وقتی تو بحث موسیقی، موزیک در واقع ضد شعور، در واقع ماجرای ضد شعور در موسیقی وقتی صحبت میکنیم، مثلا یک شعری هستش که اون شعر ضد شعورش منفیه، حالا اون ضد شعور منفی که به سرعت عمل نمیکنه، یعنی اینجوری نیستش که ما مثلا یک موزیکی رو میشنویم این ضد شعورش منفیه، خب این به این معنی نیست که خیلی سریع اون اثرش رو در ما میذاره، نه، ما بایستی اون در واقع انقدر بشنویم که وارد بخش ناخودآگاهی ما بشه و ذهن ما بتونه ثبت و ضبط و بتونه به یک شکلی دریافت کنه تا بتونه تحلیل کنه. یعنی اینو میخوام به شما بگم که ضد شعور یک مقداری کندتر، ما اثر ضد شعور رو در یک، در واقع از یک موضوع، مثلا از یک تابلو نقاشی یا از یک قطعه موسیقی به کندی دریافت میکنیم، اما وقتی که دریافت کردیم اون اثر با ما باقی میمونه و چیزی نیست که بتونیم به همین راحتی حل و فصلش کنیم. خب خیلی از در یک برهه‌ای، مثلا در یک فاصله زمانی، فرض کنید میزان آمار خودکشی بالا میره در اروپا و امریکا، آمار خودکشی در بین جوان ها افزایش پیدا میکنه. بعد وقتی اینو به صورت معکوس ریورزش که میکنیم، میبینیم که اونجا مدام این در واقع این مسئله رو داره القا میکنه که سوق میده فرد رو به سمت خودکشی. یعنی اشعاری که اونجا در اون ترک ها استفاده شده رو وقتی ریورز میکنیم و ریورز کردیم، متوجه شدیم که اینا در اون اشعار، در واقع ضد شعور اون اشعار این رو میخواد، این پیام رو، این پیام پنهان رو در خودش داره که شنونده رو داره سوق میده به سمت خودکشی یا ایجاد تضاد با خود رو داره بهش دامن میزنه. یا حالا موضوعات مختلف، مثلا مصرف مواد مخدر، مصرف مثلا روانگردان، الکل یا مواردی از این دست. پس به این شکل بحث ضد شعور قابل مست دادنه و حالا من برای هفته های آینده نمونه هایی رو از بحث ضد شعور، نمونه هایی رو آماده می کنم، یه چیزایی رو من آماده کردم، ولی چون هفته آینده میخوام وارد بحث شعور و ضد شعور بشیم، من اون نمونه ها رو میارم که شما تا به حال جایی هم ندیدید و تا به حال جایی نشنیدید و خیلی متعجب خواهید شد وقتی که اینجا بذاریم براتون و بشنوید. مطمئنم که بسیار شگفت زده میشید حتما. و خب یک چیز، یک دریچه جدیدی برای همه دوستانی خواهد بود که حالا با این موضوع آشنا نیستن. دوستانی که آشنا هستن و کار کردن با این قضیه، خب اونا به هر حال آشنایی دارن و به هر حال کار کردن و مطلع هستن. پس هفته آینده برنامه ما، کاری که ما خواهیم کرد
و اون چی که در واقع هفته آینده ما خواهیم داشت همین بحث شعور و ضد شعور هست با محوریت من حقیقی. یعنی میخواد بپردازیم به همین بحث من حقیقی و روی همین موضوع کار کنیم. بسیار خوب، من خواهش میکنم زنده باشید. من خیلی مایل بودم اگر دوستان سوالی چیزی داشتن در این زمینه برامون بنویسن. لطفاً بعد از اینکه لایف تموم شد تشریف نبرید، چند ثانیه صبر کنید، اگر خوشتون اومد دوست داشتید بحث امشب رو لایک کنید و اون زیر برامون کامنت بذارید. من برای این هفته دیگه حرف دیگه ندارم. آیده جان بفرمایید، شما اگر مطلبی چیزی دارید بفرمایید، اگر نه که من حرفم تموم شده میتونیم در واقع ببندیم و دیگه بیشتر از این هم وقت دوستان رو نگیر. منم صحبتی ندارم متاسفانه، خیلی وقت کمه ولی ما نمیخوایم مدت زمان لایوام طولانی باشه، حوصله شما سر بره، ولی به صورت متوالی در خدمت شما هستیم و هفته دیگه یک سورپرایز داریم براتون در سورپرایز قشنگ و زیبا در خدمت. البته این سورپرایز که شما با اون چیزی که من گفتم در اطول زده شور شور زده شور متفاوته، هم دوتا با هم دیگه فرق میکنه، یعنی هفته دیگه ما دو تا سورپرایز داریم. بله همین، من در فرصتی میخواستم توی لایف یک صحبت کوچولو هم در مورد کانال تلگرامی داشتم به اسم کانال هنر اعتراض که توی لایوهای قبلی صحبت شده بود بکنم، که این لایو و این کانال رو من یه تصمیم گرفتم که به روزش نکنم. کانالی بود که برای بچه پینترست باز کرده بودم، ولی به دلیل اینکه سوء تفاهم پیش میاد برای همراهان عزیز که میگن این حرفم سیاسی نیست، اون کانال یک کانال هنری اعتراضیه، من تصمیم گرفتم که این کانال رو به روز دیگه نکنم. و یه موردم که من خیلی به استفاده سوء استفاده از پتانسیل مجموعه حساسم، خیلی از این کار بدم میاد راستش رو بگم. حالا موقعی که تاریخچه عرفان حلقه رو بگیم به دوره‌ای میرسیم که یکی از وکلا تو مجموعه بودن و اون موقع گفتن که شما به فلان رئیس جمهور رأی بدین، بعد دادن که استاد آزاد میکنم و سوق دادن دوستان دوباره رفتن پای صندوقای رأی، هم که ماجر انتخابات هم گرد. اون موقع هم ما واردش نشدیم و هیچ وقت دوست ندارم به عنوان یک مربی بگم به دوستان که این کار رو انجام بدن، نه در مورد مسئله سیاست، در مورد مسائل دیگه هم همینطور. تو این سوالا مثلا میان میپرسن اسم بچه‌مون رو چی بذاریم، من دوست ندارم وارد بشم، همیشه میگم به عهده خودتون. یا در مورد خیلی از مسائل من یعنی یه جوری سوء استفاده میدم، در مورد واکسن هم همینطور، در زمان کرونا بازم من میگفتم به عهده خودتون. هیچ وقت تصمیم نداشتم از این کانال برای مقاصد خاصی استفاده بکنم، نه طرفداری از جمهوری اسلامی نه برای غیر طرفداری ازش، ولی به دلیل اینکه حاشیه ازش درست شد اینو دیگه من تصمیم گرفتم که روزش نکنم، مخصوصا پست‌های آخرش اگر دیده بودین خیلی حاشیه ساز شده بود. خواستم اینو به عرضتون برسونم. هفته دیگه جمعه در خدمت شما هستیم، لطفاً لینک لایو ضبط شده رو در اختیار دوستان قرار بدید و با سوالاتون تشریف بیارید. ما دوست نداریم که فقط خودمون صحبت کنیم، سوالای خوب به چالش کشیدن و با هم دیگه یه روشی داشته باشیم انشاءالله. همتون رو به خدا میسپرم بابت آشنایی بیشترمون با خیلیاتون، خیلی خوشحالم
اینکه این ماجرا باعث شد حالا من ضرب المثل عده و شرف سبب خیلی وقتی که سوء استفاده کردم دوست ندارم استفاده کنم، ولی واقعا اینجوری شد. خیلی خوشحالم که بیشتر باهاتون آشنا شدم و وحدتمون بیشتر شد. مواظب خودتون باشین، خدا نگهدارتون. آخرین برگ سفرنامه باران این است که زمین چرکین است. شب روزتون خوش باشه، خدا نگهدار.